پادکست خبر از فراسوی گذار به دموکراسی و داد گوش میکنید. امروز شنبه 10 خرداد 1399 برابر با 30 روز از ماه می 2020. همراه ما باشید با مروری بر رویدادها در هفته ای که گذشت. معاون کل وزیر بهداشت ایران ایرج حریفچی روز 9 خرداد از ورود استانهای جنوبی این کشور به مرحله اوج همه‌گیری کرونا خبر. به گفته او در حالی که روند موارد ابتلا به کرونا در سایر نقاط کشور رو به کاهش است، در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان شاهد افزایش آمار روزانه ابتلا هستیم. به نظر میرسه این مناطق بعد از رسیدن سایر نقاط کشور به اوج همه‌گیری در حال ورود به این مرحله هستند. همزمان کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است. استانهای خراسان رضوی، آذربایجان‌های شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان و مازندران در وضعیت هشدار قرار دارند. به گفته جهانپور، طی 24 ساعت گذشته 50 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خودشون را از دست دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در این کشور به 7677 نفر رسید. همچنین به گفته او 2819 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شد که آمار رسمی ابتلا به کرونا در ایران به عدد 146667 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد که وضعیت جسمی 2547 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 وخیم گزارش شده. خبری داریم از سازمان حقوق بشر ایران که اعلام کرده بود در جریان تخریب منازل شهرک فلک کرمانشاه در تاریخ 30 اردیبهشت ماه آسیه پناهی 61 ساله جان خودش رو از دست داد. این سازمان به نقل از یکی از نزدیکان این زن نوشت که ماموران شهرداری به صورت او بارها اسپری پاشیده و به فریادهاش که میگفته بیماری قلبی داره توجه نکردند. برخی از گزارش‌ها از این حکایت دارند که آسیه پناهی مورد ضرب و شتم ماموران شهرداری نیز قرار گرفت. و اما معترضان بی آبی در ریزانیه اهواز هدف گلوله ساچمه پلیس قرار گرفت. قلب صنعت نفت خوزستان با 604 نفت همچنان از محرومیت رنج میبره. بخش ریزانیه در 30 کیلومتری کلانشهر اهواز محل استقرار بزرگترین شرکت های نفتی کشور است که روزانه دست کم 2 میلیون بشکه نفت تولید میکنه. در نیم قرن گذشته ارمغان طلای سیاه برای ریزانیه جز آلودگی آب و هوا و خاک، بی آبی، نابودی کشاورزی و مهاجرت روستاییان نبوده، در حالی که بیش از 80 روستای این بخش هنوز هم آب و جاده و مدرسه و بهداشت مناسبی ندارند. اکنون بخش ریزانیه بحرانی ترین کانون گرد و غبار خوزستان رو نیز در خودش جای داده. ریزانیه در محاصره شرکت‌های نفتی، گازی و پالایشگاه‌های پتروشیمی است. خطوط مارپیچ لوله‌های نفت و گاز از روستاهای بخش و زمین‌های اطراف اون می‌گذره، اما ده‌ها روستای آن هنوز لوله‌کشی آب ندارند. اعتراض ساکنان ریزانیه به بی‌آبی و وعده‌های مقام‌ها و مسئولانی است که بارها قول رساندن آب را دادند و به آنها عمل نکردند. یک سال پیش هم مانند این بار معترضان تلاش کرده بودند با بستن جاده صدای خودشون رو به گوش فریادرسی برسونند، اما صدای اونها نه پارسال شنیده شد و نه امسال که کار به برخورد پلیس و درگیری و زخمی شدن معترضان کشید. همزمانی این اعتراض‌ها با روز قدس در حمایت از آرمان فلسطین و راهی شدن نفتکش‌های ایرانی برای حمایت از ونزوئلا تصویری نمادین از اون سال. پاسخ به معترضان بی آبی در ریزانیه اهواز گلوله های ساچمه‌ای پلیس جمهوری اسلامی ایران. کمال جعفری یزدی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی که برای استعفای علی خامنه ای اکنون در زندان وکیل آباد مشهد در حال سپری کردن حبس تعزیری 13 ساله خودش است، با وجود بیماری نارسایی کلیه و فشار خون بالا از حق دسترسی به درمان محروم است. نیروهای وزارت اطلاعات شامگاه جمعه 9 شهریور 98 با ورود به منزل کمال جعفری یزدی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی
و مدنی برای استعفای علی خامنه ای و تغییر قانون اساسی، این فعال مدنی رو بازداشت و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات مشهد منتقل کردند. این استاد بازنشسته دانشگاه و فعال مدنی ساکن مشهد از اون زمان تا کنون در بازداشت و زندان است و با اون که از جانبازان جنگ ایران و عراق است، از بیماری هم رنج میبره و به دلیل مخالفت مسئولان قضایی و اداره اطلاعات مشهد از حق مرخصی محروم بوده. در حالی که مقام‌های ایران تایید می‌کنند سالانه نزدیک به 15,000 هکتار از جنگل‌ها تومه حریق میشه، با ادامه آتش‌سوزی‌ها در دو استان کوهپیلویه و بوی رحمت و استان لرستان، منابع طبیعی از عمدی بودن 70% اونها در بعضی از شهرستان‌ها خبر می‌دهند. طی یک هفته اخیر جنگل‌های وسیعی در شماری از شهرستان‌های این دو استان اسیر آتش شدند. مدیران کل منابع طبیعی در این دو استان از وضعیت بحرانی آتش سوزی در 5 شهرستان لرستان و ادامه آتش سوزی های جنگل های گشتساران در روز یک شنبه 3 خرداد ماه خبر دادند. و اما تداوم قتل های ناموسی با مجوز قوانین زن ستیز جمهوری اسلام. از قتل شیدا، زن 16 ساله مریوانی، تا دلبر خسروی، دختر 17 ساله اهل مریوان، تا رومینا اشرفی 13 ساله. تنها نمونه هایی از قتل‌های ناموسی هستند که رسانه‌ای شدند و بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. اما داستان خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی در ایران موضوعی با سابقه ای طولانی و تکرار نشدنی همچنان ادامه داره. خبر قتل رومینا، دختر 13 ساله اهل گیلان، به دست پدرش بار دیگه بحث درباره دخترکشی، همسرکشی یا قتل‌های ناموسی رو مطرح می‌کنه. آگهی ترحیم رومینای 13 ساله حدیث کوتاه اما کاملی بود از اون چه در تمام روایت‌های این گونه قتل را رخ میده. نام قاتل بر پیشانی آگهی ترحیم او به عنوان صاحب از آهنگ شده. طبق قوانین اسلامی جمهوری پدر خودش رو صاحب فرزندش میدونه و همین برداشت هم میتونه توجیهی باشه که پدر بی واهمه از قانون خودش رو مجاز به نابودی داراییش بدونه. روز 24 اردیبهشت ماه 1399، یعنی تنها 6 روز پیش از اتفاقی که برای رومینا رخ بده، خبر قتل هاجر حسین‌پور، زن جوان بلوچی، به دست همسرش به قتل رسید که توسط کمپین فعالان بلوچ منتشر شد. ماجرای خشونت‌های منجر به قتل در مورد زنان در ایران قصه امروز و دیروز نیست. در کشورهایی مثل ایران که تفکر قیم آبانه و مردسالار مرد رو مالک و صاحب زن میدونه و هر رفتار خارج از چارچوب‌های برساخته خودش رو نوعی بی‌آبرویی تلقی میکنه، زنان و دختران اولین قربانیان خشونت‌های این تفکر هم. مطابق قانون مجازات اسلامی، قتل رومینا توسط پدرش مشمول مجازات مرسوم قتل عمد یعنی قصاص نخواهد بود. چرا که ماده 301 قانون مجازات اسلامی اعلام می‌کنه پدر یا جد پدری که فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. تعزیر در این فقره از جرایم حکمی معادل 3 تا 10 سال حبس رو داره. قتل فجیع رومینا اشرفی 13 ساله به دست پدرش در حالی هست که در ایران هنوز لایحه‌ای برای حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب نهایی نرسیده. یکی از ویژگی‌های لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال 86 تدوین شده بود، جرم‌انگاری هر اقدام مستقیم و غیر مستقیمی است که منجر به آسیب رسیدن به کودکان میشه. اما این لایحه بعد از اصلاحات و تصویب در مجلس همچنان منتظر تایید نهایی هست و بر روی میز شورای نگهبان خاک میخوره. بلا تکلیفی این لایحه تنها موردی نیست که نشان از فقدان قوانین حمایتی از زنان و کودکان در ایران داره. در جامعه‌ای که خشونت سیستماتیک علیه زنان به واسطه ی قوانین زن ستیز و ضد انسانی اعمال میشه و فعالان زن حق تشکل یابی ندارن
و هر رو تلاشی از طرف اونها برای رفع این تبعیض‌ها با احکام سنگین زندان مواجه میشه، همچنان باید شاهد قتل‌های ناموسی، تجاوز و اسیدکشی‌ها باشه.